حسرت وافسوس يا زيزان كالدرود اغت فزيلت داري وما وقت الدرود ميخانيم چیزی خیلی چیزی جالب و جالب که حدیث آمده اگر از دور در درود بفرستیم فرشتگانی هستن که این درودها را میرسانن به حضرت رسول صلی الله علیه وسلم و معرفی میکنن نام او شخص و نام پدر او شخصا میبرند که فلانی فرزند فلانی این درود برای شما فرستاده است ما مورد یاد قرار میگیریم نزد سید المرسلین رحمت للعالمین و خاتم النبیین و درود ما مایه شادمانی روح آن حضرت مایه خرسندی آن حضرت صلی الله علیه وسلم برای همین خاطر در حدیث آمده بدبخت و بخیل او انسانیست که آن حضرت یاد بشه در محفل و مجلسه و بر آن حضرت درود نفرسته مجدد درودی بخونید اللهم صل علی محمد و علی آل محمد و لذا سروران گرامی به کثرت ما باید درود بخوانیم با درود مایه شادمانی روی آن حضرت میشیم مایه خرسندی آن حضرت میشیم سبب میشید شما که رحمت خدا بر آن حضرت بیشتر نزول بکنه و آن حضرت صلی الله علیه وسلم خرسند میشن رابطه شما با رسول الله بیشتر میشه رابطه شما با خدای عز و جل به وسیله درود بیشتر میشه آفت را الله تعالی به وسیله درود دفع میکنه بلاها را برطرف میکنه مریضی ها را شفا میده حاجت را برآورده میکنه و مشکلات حل میکنه رسم این رحمت پروردگار که نازل میشه معنی همینه الله بر رحمت نازل میکنن و مشکلات شما را حل میکنن گرفتاری های شما را قحط برطرف میکنن و بحر برطرف میکنه و درود و هر بلا و مصیبت و آفت الله تعالی با ذکرش با یادش با درود بر حضرت رسول صلی الله علیه وسلم لحاظه برطرف میشه این درود شریف بسیار منافع داره بسیار فضیلت داره و جای افسوس و حسرته که زبان الله به ما داده است برای ذکر و یاد برای خیر و نیکی و برای درود فرستادن به آن حضرت و ما از این زبان کار نمیگیریم وقت من را ضایع میکنیم روزانه درود نداریم ما و اگر روزانه ما درود بفرستیم روزانه رابطه گرفتیم با آن حضرت تماس گرفتیم با سید المرسلین دعا کردیم و یاد کردیم احسانات او را و عزیزان در جهت ادای شکر آن حضرت قلمی ما برداشتیم و اگر خدا را یاد بکنیم با خدا ارتباط قائم کردیم با خدا رابطه گرفتیم که درود هم یاد فروردگاره و لحاظه چه درجه بالاتر از این که انسان روزانه تماس با الله داشته باشه به وسیله نماز با حضور قلب با حضور قلب مهم این نکته که ما خدا را یاد کنیم با نماز و با حاضری قلب قلبم حاضر باشه چرا حدیثی آمده است که اگر انسان نماز بخواند و قلبش حاضر نباشه در نماز او نماز قابل قبول نیست او نماز نیست ولی روایت توی فن حدیث آمده است نماز باید با حضور قلب باشه دل به الله متوجه باشه و دل به نماز متوجه باشه افسوسه که ما نماز میخوانیم و خدا را با زبان یاد میکنیم اما با دل ما به مشغله کاریه دل ما به نیازهای ما و حاجتهای زن و بچه ما و مشغله کاری کشاورزی و تجارت ما مشغوله و به جاهای مشغوله که نه منافع دینه و نه منافع دنیا آنجاست لہذا ذکر هم با حضور قلب باشه تلاوت هم با حضور قلب خدا را بس صدقه یاد کنید به فقرا و مساکین خانواده های زندانی و زندانی ها به یتیم ها و مساکین به راه خیر مساجد و مدارس فی سبیل الله راه خدای مسجدن این مدرسه جهاد در راه خدای مجاهدینن به اینها خرج کنید مالتون را ای الله را شما با صدقات یاد کردید با نماز یاد کردید با تلاوت یاد کنید با
بس ذكريات كونيد ما حضرت رسول صلى الله عليه وسلم را باتباع شريات عمل بالسنة عن حضرت صلى الله عليه وسلم وخندن درود عن حضرت صلى الله عليه وسلم ذكر خير عن حضرت صلى الله عليه وسلم مجلستون منور كونيد نوراني كونيد معطر كونيد خودتون را معطر كونيد وخودتون را قيمتي وارزشمند كونيد وقتتون را و درود به آن حضرت صلی الله علیه و سلم بخونید. بسیاری از بزرگان اونا بودن که ارادت مندانشون را روزانه به 300 درود 300 بر درود تاکید می کردن و توصیه می کردن. ترتیبی بود که بزرگان داشتن. در حدیث آمده که هرچه شما بیشتر درود بخوانید برای شما بهتره. تعداد 100 و 300 تا این نشده، هر اندازه بیشتر بهتر. و لحاظه این ترتیب بعضی بزرگانه و بعضی دیگر تاکید دارن که حد اقل روز ما که کم درود بفرستیم 100 درود بران حضرت صلی الله علیه وسلم با حضور قلب بخانیم و با توجه به الله تعالی و توجه به سوی احسانات عن حضرت صلی الله علیه وسلم ما درود شریف بخانیم. انشاءالله در زندگی خیر میبینید، در آخرت خیر میبینید، در وقت سکرات خیر میبینید و در قبر هم الله رب العزت این درود ها را سبب نجات شما میگردانند. و آن حضرت صلی الله علیه وسلم هم سروران گرامی شما را شفاعت خواهد کرد و شفاعت آن حضرت نصیب آنانی است که بران حضرت درود بیشتر میخوانند و هر کسی بیشتر درود میپرسته به آن حضرت نزدیکتره. هر که بیشتر ذکر میکنه خدا را با خدا نزدیکتره. خدا را با ترک گناه و توبه و رجوع الله و اعمال صالح و اعمال نیک یاد کنید، خدا را با تلاوت یاد کنید، خدا را با ذکر زبانی سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر. چه فضیلتی در حق این اذکار آمده، چه فضیلتی در حق درود شریف آمده است. و جای افسوسه که ما فرصت من را به هدر میدیم، وقت را ما ضایع کردیم. فرمود هر کسی که نزدیک درود سلام بر من بفرستد صلات و سلام عرض بکنه روح من الله تعالی بر میگردنه. روح تعلقش با بدن پیدا میشه و توجه بیشتر میشه آن حضرت صلی الله علیه وسلم به سوی او کسانی که سلام میفرستد. سلامای اونا را خود من جواب میدم، ولی از دور کسی که صلاتی و سلامی و درود میفرستد فرشتگان او را میارن و بر من عرضه میدارن، نام و مشخصات او شخص را میگوین. چه درجه بلندی است و چه مقام رفیعی است. و لحاظ عزیزان به کثرت درود بخوانید. توصیه می کنم بنده خدمت شما و تاکید می کنم که وقت برای خودتون تایی علال حساب نباشه، علال حساب هر چه ذکر می کنید ولی اوقات داشته باشی که این وقت تلاوت منه، این وقت نماز منه، این وقت درود شریف منی وقت می خوانم ذکر می کنم. بشینید گوشه خانه قبل از این که فرصت زندگی از من و شما برود به ذکر الله تعالی و به یاد الله مشغول باشید. الا به ذکر الله تطمئن القلوب. خاصیت ذکر الله تعالی آله که دلها آرامش پیدا می کنن و دلها تسکین پیدا می کنن. استراب استرس در نتیجه مریضی روانی که حاصل میشه و انسان دچار مریضی اعصاب می شود از این استراب ها و استرس ها و فشار های روزمره زندگی، اینها با ذکر الله تسکین حاصل می کنن. بهترین مسکن و تسکین دهنده ذکر فروردگار است. و انشاءالله الله تعالی را به کثرت یاد کنید و به کثرت الله تعالی را ذکر کنید. الله تعالی به من و شما توفیق عنایت کنند و من و شما را توفیق عمل و روزانه انشاءالله شب روز بران حضرت به کثرت درود شریف بخوانید. امین. درودی که شما در نماز میخوانید این درود ابراهیمی است و این از بهترین درود هاست و هر درود دیگری که شما بلدید به هر حال از کسی بپرسید شما را یاد بده و شما بران حضرت صلی الله علیه وسلم درود بفرستید و الله تعالی من و شما را توفیق